به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از خام پرس، بر اساس گزارش ها افراد انتحاری داخل شفاخانه 50 بستر نسایی ولادی واقع ازگای تانگ تیل دشت برچی شدند. گزارش ها آکی از آن است که تا هنوز نیروهای امنیتی در ساحه نرسیدند. و همچنان گزارش دیگری از تلو نیوز، افراد مسلح وارد یک کلینیک در منطقه دشت برچی شدند. خبرنگار تلو نیوز از محل رویداد میگوید که صدای درگیری به گوش می رسد و تا آکنون 2 انفجار رخ داده است. و همچنان به نقل از پست دیگر تلو نیوز گفته می شود که شفاخانه 100 بستر برچی و نهادی که از سوی پزشکان بیمارس حمایت می شود مورد حمله قرار گرفته است. تلو نیوز گزارش می دهد گزارش های نخست می رسانند که افراد مسلح بر یک شفاخانه در منطقه دشت برچی از مربوطات حوزه 13 امنیتی کابل حمله کردند. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری افق، حمله افراد مسلح به یک مرکز صحی در غرب کابل. گزارش ها می رساند که افراد مسلح وارد یک مرکز صحی در منطقه دشت برچی کابل شدند. منابع در این مرکز صحی می گویند که تا اکنون 2 انفجار رخ داده و صدای شلیک نیز شنیده می شود. منابع امنیتی نیز وقوع انفجار را تایید می کند. گفته شده که در ساحه رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز صحی دکتران بدون مرز قرار دارد. دکتر لیاقت زاهدی که در شفاخانه MSF واقع در تانگ تیل وظیفه دارد در تماس با خبرگزاری افق گفت که ابتدا یک عامل انتحاری خود را منفجر کرده و سپس شلیک گلوله آغاز شده است. آقای زاهدی افزود که شمار از افراد خود را از دیوارها به بیرون انداخته و فرار کرده اند. به گفته او درگیری به شدت ادامه دارد. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری افق، شیوع کرونا، جدال امریکا و چین بر سر چی است؟ در روزهای اخیر دولت دونالد ترامپ با مطرح کردن ادعای خروج ویروس جدید کرونا از یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان، حملات لفظی به چین را تجدید کرده است. این حملات ممکن است اهداف اقتصادی و سیاسی داشته باشند. اتهام زنی امریکا به چین درباره منشأ ویروس کرونا شدت گرفته است. روز پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ بدون ارائه هیچ گونه شواهد ادعا کرد که با اطمینان زیاد معتقد است که منشأ ویروس جدید کرونا یا کووید 19 آزمایشگاهی در چین بوده است. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که او چی دلیل درباره ادعای خروج کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان دارد، گفت نمیتوانم این دلیل را به شما بگویم، اجازه ندارم این را بگویم. ادعای ترامپ در حال مطرح شد که دفتر مدیر اطلاعات ملی امریکا برای اولین بار در بیانیه اعلام کرد که کووید 19 ساخت دست انسان نیست و از لحاظ ژنتیکی نیز دستکاریش نشده است. البته در این بیانیه تاکید شده که جامعه اطلاعاتی امریکا تحقیقاتش پیرامون منشأ کرونا را ادامه خواهد داد. دفتر مدیر اطلاعات ملی همچنان گفته دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا این مسئله را بررسی خواهند کرد که آیا شیوع کرونا از طریق تماس انسان با حیوانات آلوده اتفاق افتاده یا اینکه نتیجه حادثه در آزمایشگاه ووهان بوده است. در ادامه اتهام زنی دولت امریکا علیه چین، مایک پومپیو وزیر امور خارجه امریکا به تازگی طی گفتگوی با شبکه NBC مدعی شد آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان منشأ بیماری کرونا است. او گفت شواهد عظیمی وجود دارد که آنجا جایی است که این بیماری شروع شد. وی افزود می توانم به شما بگویم که مقدار زیاد شواهد وجود دارد که این ویروس از آن آزمایشگاه در ووهان خارج شده. بازی سیاسی، تشدید لفاظی های دولت ترامپ علیه چین در شرایط اتفاق افتاد که تعداد مبتلایان به کرونا در امریکا از 1.1 میلیون نفر به تعداد فوتی ها از
70,000 نفر گذشته است. علاوه بر این اقتصاد امریکا نیز به خاطر تعطیلی ها و محدودیت های ادامه دار به شدت آسیب دیده است. ترامپ و مقامات دولتیش سعی کردند آسیب های کرونا را کم اهمیت نشان دهند و در حقیقت حتی سعی کردند میزان تلفات فعلی را یک موفقیت نشان دهند. ترامپ در نشست خبری روز چهارشنبه گذشته گفت از بدترین مرحله درد و رنج عبور خواهیم کرد. معتقدیم که ما واقعاً از مرز بزرگی رد شده ایم. روزهای بسیار بهتری در پیش است. ترامپ در ادامه از تدابیر دولتش در مقابله با کرونا تمجید کرد و گفت اگر این تدابیر نبود 1 میلیون شاید 2 میلیون آمریکایی جانشان را از دست می دادن. جارد کوشنر داماد و مشاور ترامپ طی گفتگوی با شبکه فاکس نیوز اظهار مشابه بیان کرد و با بیان این که امریکا دستاوردهای به دست آورده است گفت بنابراین دولت فدرال برای مقابله با چالش کرونا بپا خواست. این که داستان موفقیت بزرگی است که فکر میکنم واقعا این داستان باید گفته بشود. اما تمجیدهای ترامپ و دستیارانش با انتقادات تند از جانب رسانه‌های آمریکایی مواجه شد. به عنوان نمونه نشریه اتلانتیک در گزارش نوشت اکثر رؤسای جمهوری تلاش میکنند در موقع غم و اندو ملت را تسکین دهند اما ترامپ دنبال پیروزی است. همین نشریه با طعنه و کنایه نوشت مرگ یک نفر تراژدی است اما مرگ 60,000 نفر موفقیت بزرگ است. در چنین شرایط دولت ترامپ ادعای خروج کرونا از آزمایشگاه ووهان را مطرح کرده است. چنین ادعایی می تواند اقدام در راستای انداختن تقصیر بحران کرونا برگردن چین باشد. مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدند چین شیوع کرونا را مخفی کرده تا تجهیزات درمانی را برای خود ذخیره کند. این ادعاها از نظر سیاسی و حتی اقتصادی می تواند برای دولت ترامپ یک بازی دو سر برد باشند. اول اینکه دولت ترامپ الان می گوید ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان خارج شد و چین پس از خروج این ویروس پنهانکاری کرد، بنابر این تلفات اقتصادی و جانی آمریکا به حد چین است. ترامپ ادعا کرده که بعد از شیوع کرونا در ووهان مقامات چینی پروازها از ووهان به سایر مناطق چین را ممنوع کردند، ولی در عین حال پروازها از ووهان به خارج از کشور از جمله به آمریکا را ادامه دادند. طبق ادعای ترامپ چینی ها با خودشان این طور محاسبه کردند که کرونا تأثیر بزرگ روی اقتصاد چین خواهد گذاشت، پس بگذاریم سایر کشورها هم به کرونا مبتلا شوند. مطرح شدن این ادعاها از سوی ترامپ در شرایطی که محبوبیتش در بسیاری از سرنظرسنجی ها بزرگ کاهش یافته می تواند به انحراف افکار عمومی به سمت چین منجر شود. در واقع دولت ترامپ می گوید ما در به وجود آمدن کرونا نقشی نداشتیم و وقتی این ویروس وارد آمریکا شد به بهترین شکل با آن مقابله کردیم. نشریه اتلانتیک در انتقاد از مدیریت بحران کرونا توسط ترامپ تصویر از این ویروس منتشر کرد که شبیه ترامپ است. سفر کردن بدیهی به چین. اما جدا از مسائل سیاسی، مقصر دانستن چین در ماجرای کرونا می تواند تبعات اقتصادی هم داشته باشند. برخی ناظران معتقدند هدف دولت ترامپ از مسئول دانستن چین در شیوع کرونا ایجاد زمینه های حقوقی برای دریافت غرامت های انگفت از آن است. در هفته های اخیر در موازات مطرح شده از ادعا در خصوص منشأ کرونا، تلاش ها برای دریافت غرامت از چین شدت گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز گفته است ترامپ برای مرگ هر آمریکایی به خاطر کرونا غرامت به مبلغ 10 میلیون دلار می خواهد. شبکه المایدین در گزارش گفته اگر برای همه 62,000 قربانی کرونا در آمریکا 10 میلیون دلار غرامت در نظر گرفته شود، مجموعه غرامت های آمریکا از چین به بیش از 60 میلیارد دلار خواهد رسید. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید.
تا ویدیوی بعد بدرود.